زراز. شاید دو هفته سه هفته یه ما دو ما بخوابه، ولی این انفجار پشتش. بله، تمام تعاونی اصناف، مرغداری، دامداری، گاوداری، چه میدونم الان بهشتم لاک میکنم خارکسته تو دفعه دیگه خارکسته بازی اینجا جو یادم بلانس لاشی نگار بیرون کیرون کس خار مادرت کی؟ ولشون کن بذار هر گاه این دلشون میخواد بخورن یه از سوزشونه نه دیگه گو میخورن گو بخورن نمیشه گو میخوری گو میخوری یعنی چی اینجا اگه علکیه تمام این تعاونی هایی که زیر نظر کشاورزا، دامدارا، اینا مرغدارا از تعاونیشون باید جوجی بگیرن، دام بگیرن، نهاده دامی بگیرن، کار دارن، اینا همش دست سپاه. اون کسی که مرغداری داره داشت میگفت من مرغم دارم میدم کیلو 17500 تومان، حالا میاد تو بازار میشه 30-40000 تومان، ببینین اون مسیر رو چقدر طی میکنه. یعنی خود اون تعاونی باید مرغشو برداره دوباره اجازه بده که برم جوجه بگیره بریزه، ولی مثلا یه میلیون جوجه دوباره بگیره بریزه. میگم من دارم ضرر میکنم، من پولی که در میارم میدم دونه، میدم جوجه 40-50 روز نگهداری میکنم بهشون میرسن، بعد ضرر میکنم، نمیتونم ادامه بدم. خب این خیلی بس خراب میشه، چرخه زنجیره اقتصادمون و مواد غذاییمون به هم میخوره. درست کاکو، اگه درخواست داری بگو من برم پایین. نه من ممنون که منو آوردی بالا کاکو، من میرم پایین. هم خوشحال شدم با خودت حرف زدم، هم کاکو تو رابی، هم زارا جان عزیز دلی، سپاسگزار به این وقت. عزیز قربونت برم، زنده باشی، موفق باشی، قربونت، شبت بخیر. خب دکتر کیمیا که نیستش، میگم هستش. درود کیمیا جان عزیزم، هستش. من برم پایین جان بدم به یکی دیگه. حالا کسی بود میگه نه باش. شما باش، من میرم، شما باش، اگه درخواست داشت بگه من میرم، فقط کافیه بگه، بگه زارا برو اساتید اومدن، من سری میپرم پایین. آقای طبیعت دوست مست که میگن پیجش دوباره بسته. درود کیمیا جان، خوبی؟ چطوری؟ بچه او چطوره؟ بچه او کجا؟ خوبی؟ ساعتی یک کنی میدید وقت خوابش. خوبی نگی؟ کاکو جان چه خبر رو؟ سلامتی؟ کاکو تو رو به شما خوبی؟ قربان شما هستی؟ سلامت باشی؟ خوبیم به خوبی شما. این کرمونی تو را بیا حال نداره حرفی داره بالا از قدیم گفتن کاکوهای شیرازی حال ندارن حرف زدن. یه روز هم میاد. آها من یه واسه شوهرم خوابه، بچم خوابه. چند شب پیش بیماریم لایف گذاشته بود، بعد علی بالا بود خواب، بعد من هم بلند قد بلند هر زده بودم، شوهرم از خواب پرید بود، مانده میگو علی کی؟ علی علی قوتو بخور، قوتو قوتو. نه اصلا قوتو هستش، قوتو خودشونه، کرمونیه. دارم قوتو هستشه. آها ایران آوردم برای من، حالا قوتو هم نزدیک ندیدم ببینم. قوتو خیلی خوبه، خیلی مرسی آقای آفتاب، مرسی آقای آفتاب مرسی آفتابه جان، مرسی شما خوبی؟ الان دیگه اینقدر قوتو های عجیب بر قریب اومده، اینقدر تقلبی هم درست که ایدن که نبود. نه حالا از چای من شنیدم قوتو آفتابه دلول تولید کرده. این یه قوتوه، این قوتو این چیه؟ چجوری میرسی تو چی میخوری؟ نحوه خوردن چجوری؟ خالی خالی بخور، دست سرم یه عکس خیلی کالیفرنیا روشی که ای بابا دیگه، این صادراتیشه، این زعفرونیه. نه بابا صادراتی نیستی، همون از تو بازار گرفت. این نخوچی بوده دیگه، تمام شده میگم. این اصلا همون خوشمزده، این قوتو یه چیزه خشخاشیه.
آره. اوه خب توی خشخاش آره روش یه خرسی هست روش اینو؟ آه یه خرسی نه نوشته کافه قربت مال سیرجونه آه سیرجون آه سیرجون ببخشید. خب این گفتی از سیرجون برد یه حقه خوبی هم میفرستدن حقه سیرجونی دیگه آره کی میاد جا من بخوام برم اینو بخورم اینجا گیرت نمیاد میگم قوتو میکنم خب اینو برد بخرن پوست کنم بعد برم میگم قوتو میکنم اصلا اینجا نیست یعنی تو فروشگاه ولی پوستم نمیارزه نمیارزه پست بابا پست از اینجا به ایران از ایران به اینجا از رو هواست اصلا هیچ تضمینی نیست من هیچ وقت هیچی نیست من باید اگم چیزی میفرستم باید وایسم یه مسافر مورد اطمینان پیدا کنم نمیارم. که بخواد بره بهش میتونم ببره هیچ که نمیاد اصلا نبایدم بیارم اینجا میگرد درو خراب جا یه چیزی توش قایم کرده نمیشناسم چی چی اصلا بکنم اصلا نمیز نباید بیاری ایش کم نمیاد او کسی که عقلش برسه نمیاره قبول نمی کنی کابو فروشگاه ایرانی باید داشته باشه عربی ها اصلا عربا نمیدونن نه نه فروشگاه افغانی ها عربا سوری ها فروشگاه ایرانی ها ممکنه باشه همینجا ندارم کابو ببین خواستش چیه آتیشه آتیشه برای کسی که سردیشه واقعا قوت میده به قوتو یعنی قوت میگیری چیزای دوپینگ میشه دوپینگ میکنم دوپینگ میرم آه میرم میگم قوتو از فرقی میرم دنبال قوتو در به در جستجوی قوتو یه جمله یه شعر یه کلامی به زبان کرمانی بگو چی بگم خب الان من دارم کرمانی کرمانی خیلی غلیظ غلیظ مثلا بگو قوتو خیلی خوبی قوتی سیرجونی نداری تو دست والد متاسفانه نه متاهش نیست آخه میدونی بچه اهل حال آقایی نمیگی متاهش نیست آدم متاهش نیست چشمم روشن میگم ها چیکار که خوشگل شدی داری من دید شدی ها دست گذاشت نه این نورا نوره نوره نوری رو میفته نور خیلی تاثیر داره نور خیلی نور پردازی همین نورو انداختن رو خمینی خارکسه و همه میگفتن این سید نگاه نورو نگن کاکوت نورانی شده سلوار ملت میدونی مردم چرا فریب اینا خوردن تو بهتر خودت میدونی که آخوند آقای محسن لایو اشتباه اومدی برو لایو بغلش رو پیدا کن آخوند از اول تا آخر گدوی میکرده میرفته توی دل کوره ها یه روزه میخونده میرفته سر قبر ها یه دلی میگرفته دست قبر میشسته یه ولنگ بلونگی هم میکرده یه دوزرش میدادن یه چهار تا شیرینی میدادنش تو پلاستیک یکی میمرده یه روزه میخونده مردم فکر میکردن این به همین سادگی بدبختی اهل دوزینی که این خدا پرست فلان ملت کسخل اعتماد کردن به این کسکشا یکی میگه واقعیت میگه من خودم دیدم آخون موقعی که نزدیکش میشدی بو گند میداد چون حمام نبود که بری روزی یه بار دوش میگیری که خب این لباساشون هم خاکی میشد توی خاک تو کوچه ها میرفتن میفتدن یا توی تک تولمه بریه ما خود. حالا اگه توسون زمسون که میشد خب اینا خاکی میشدن عرق میکردن شپش میزدن میگن آخون شپشو به خاطر یه که دو موهاشون موهای بد زاید بدنشون که نمیتراشیدن نبود شپش میزدن بعد بو گند میدادن خدا وکی نزدیک آدم که میمدن آقای بویی مثل بولاش بو سگ مرده اینجوری بو میدادن میگفتن نزدیک اون نهی برو کنار دورگرد بودن میومدن دورگردی میکردن یکی از اساتید تشریف آوردن من میرم آره تو نمیتونی خوشحال شدم بوس بوس خدا خیلی
یالو به هم نزن. خب واقعیت میگم اساتید مجرب اومدن یکیشون چیه؟ بگو کاکو آیی در خستری بگو من برم که بچه رو بیم. میشناختی؟ حمال شیرازی ها آیت الله حمال این بنده خدا تنها آیت الله بود که تو بازار وکیل حمالی میکرد. درود بر شما. نوروزتان پیروز. نوروز. نوروز خبر دارین که اون آقای حجت و اینا رو کسی نگرفته بود، دو نفر دیگر هم که گفته علکی بود. این شایعات خود سازمان امنیت. فقط آقای عباس نجفیان نو بچه ها بردن زندانی کردن گرفتنش و تو بیمارستان اوژانس کار میکنه، دکترم نیست علکیم که دکترم، و یا آقایی هست به نام الکس تو بیمارستان کار میکنه که مجروح تو اینجا میاد و تو اصفهان و مجروحا رو شناسایی کرده و پسرعموی منم اجازه بفرمایید پسرعموی منم کشته شده شهید شده و یک کسی مثل زارعی برگشته به یفع گفته نمیدونم به اونجا کسافت به اونجا. من سه روزه گوش کن ما در کوسن برای که زنده نشد پسر عموی من بودم که برای مرده برداشت برای ایران مرده برای تو نمرده. ما در کوسن که صحبت تو کوسن انا تو بشین از چی صحبت کن. تو اگر بهداشت داشتی که بوگند تا اینجا نمیومد گیر خر تو کوسن میکچله کسافت. تو اگر آدم بودی استدیو رو میگفتی اونو میگفتی هر چی میفرستم برات خاک میکنی. بار کسته تو برای من تا حالا چیزی نفرستی. همه رو فرستادم احمق، همه رو برات فرستادم. بار کسته برای کی فرستادی؟ برای تو کی تو کسته نرکچله؟ فقط برای تو مادر کسته. من اصلا دایرکت کسی نگاه نمی کنم. همه شاهدن، تمام شاهدن. تو و 151 خب میدونی 151 کیه؟ نمیخوام اسمش رو. بله 151 تیر رفته تو کوسه تو میزین دو. خب بعد تو و سرمه من میدونم با تو سرمه چیکار کنم. همونطور تونستم با هاکان و امیر و اینا کاری کنم. وقت جهادی رو به گوزم هم اصلا نمی کنم. تو که بالا سر این پیرمرد داری این کار رو میکنی خجالت بکش. دوستان عزیز این آقا فقط بسیار مفرد تو بکنه. خب این زارا اینا رو هم میبینی فیلمشون هسته با همشون هستن تمام اینا مازیار و اینا فوشایی که به محمد رضا شاه پهلوی دادن تو کس نادر رضا پهلوی میخوری. خانوم زارا بدونین بله. آقای حکیم بله. خانوم زارا یک سال و نیم گذشت بله تایم زود میگذره ولی شما اونی که گفتی نبودی. خب من چی گفتم؟ تنها کسی که حلالش باشه حتی باشگاه دیومو بهشون دادم منفرد و اینا تو پهلوی همون کوروش باز یه غیرتی داره باز یه تشکری کرد. آره بابا همون کوروش بنده پهلوی به ما هم میدادی ما هم تشکر میکردی زیادی چیزی کردی. شما تو فیلم بودی با امید گفتی من امید رو نمیشناسم. امید میگه تو تورنتو امید میگه من بازارا همیشه بودم. بوزیدی دکتر حکیم نه بلش کن. شما گفتی امید رو نمیشناسم. امیدی که اومد دفتر ما ایمان یا اون امید. ایمان بود به خدا اسمش ایمان بود. آها خب همون یه بار میگی میلاد یه بار میگی امید. شما گفتی اصلا کسی رو نمیشناسم. اول اسمش یاد بگیر بعد شما گفتی اصلا اتفاق نیفتاده. اون دوست من بود من توی لایو ازش خواستم اومد خفه شو تو کثافت امنیتی کی تو کسننت ای بخوری چند احمق اینجا رو بیشور کردی مرتبا همش پشتکاری میکنیم. آقای حکیم مگه من به شما بیتوجهی کردم؟ آقای حکیم من چی کارت کردم؟ من آیا اون شب اتفاق نیفتاد مازیار اینا همه عذرخواهی کردن و من درست بوده؟ چجوری بود؟ پس خوار مادری کسایی که دروغ بگن رو میگم خوار مادری همه کسایی که دروغ بگن میگم. شما با
اون شهدا نمیتونی بازی کنی. دقیقاً پس کی تو کسه نرد. خودت کسافت احمد دماغ رو دیدی دفتر من والله انتر بوشینه کسافت همه تو ادیه آوردین همه تو ادیه آوردین همه تو به گوزگوز افتاده بودی ایمان رو من رو گرفتی مادر کن ایمان رو زنی یا هرچی بیای اینجا الان صداش کن چطور هی حیف از اون ایمان که به تو یه رای دیگه داد تا یه جایی تو رو رسوند. حیف از تو نیستید. پرن تو همه منو میشناسن. شماها تو کس ندارن گرفتین. شما پسرمو فروختین. کس آمد؟ تو که ایمان دی خودرمو مادر کس. انتر بوسینه. تو هم سهراب شدی. دماغ کریت بده آقا پدر سوخته ها پدر سوخته ها این مادرشو به عزاش میرسونم به شاهزاده فوش دادین به عزاتو میرسونم مادر سگا مازیار مادر سگ پدر سوخته کسی هم اونجا میشه من دو سال پیش برگام شد لاشی کن دیگه داره به همه گوش میده دیگه روش کشکا کن ایچه گوی بوده دیگه تا خرخره خورده ترش هم کرده ننه جنده میگم هایی اومن داکشری خبری ازش داری؟ ما نه والو نه هستش چطور پاکو هستش بحثشون با یه عده‌ای چه میدونم همیشه بحثشونه بلکو بابو به ما هم همونی خلاصه داشتیم میگفتیم خواب میدیدیم رسمن دیگه دیوانه شده رسمن یعنی من اعلام میکنم اینجا طالبش توهین نکرده بودم ولی رسمن دیگه الان نه خب این زبون تحت تاثیر قرار گرفته هر چیزه ولی بارم خلدم گرفت خیلی خواه کسی کس خوده پسر عبوشو چی کار کردم شهید شده کشتنش ما بعد زاری هم گفته به سلانم که شهید من پسر عبوشو کیری تخت من کی با توی کس که شهر زدم میگه تو دایره که چرا چی فرستادم چرا منتشر نک کس کش تو اصلا برای من چیزی نفرستادی تازه بفرستی هم نگاه نمی کنم کیر خرد و کس ندارم نمیدونه کاکو داری اصلا کس خود خدا رو دونه اصلا کجا هست تو کدوم دیون خونن کاکو سجا بعد امروز برای کی؟ نه خوبه هیچ چی داشت پس دار کم عجب میگه مازه من وزد خواهی کرده که اومده وزد من الان تو لایو داری کامیت میمیسه آه هستش خواهر کس خوب بذار بنویسه خودش درست یه همه کدوم هواپیما بودی رو هلو بچه ها منوشتن سقوط کرده چی تو هواپیمای سقوط کرده که فقط تو کامنت ها سقوط کرده بود نه میگه مازیار فلان فلان نگه ایمان را بیاورید ایمان کیه یعنی سوشی ایمان را بیاورید کسه آشه اصلا ایمان ایمان یادت مازی رو توی لایو ازش خواستیم که بره پیشش یه بار میگه امیدش یه بار میگه میلاد بعد الان هم کهش میگم ایمان میگه همون بعد تو دفترش به فرانسه آمستاگه با این مریضه بابا کسپال دیگه هست اینا قرص میخورن ای اون نیکی شیرازی قرص بهشون میدن یا او انرژیشون زیاد میشه بایی میسن کسوازی در روزن چقدر خندیدیم ها آره خندیدیم پس چی خنده هم داره دیگه پاکو تارا دیگه این جامعه همونه دیگه با هم چهار با کیا شدیم هشت رو پنشتیم وای خیلی آدم های منحرف داریم ها مثلا همه عباس نجفیان این عباس نجفیان قشنگ تو صورتش که نگاه بکنید چهرش این آدم های هست که قبل از قتل میمی که صورتشون عوض میشه میخوان قصف بکنن تو لحظه آخر
بنده خدا اینقدر آدم خارکسته داری، حالا عباس نجفیان تو این فضا اومده دیدینش، اینقدر آدم خارکسته داری تو هر اداره که بری، تو هر صنفی که تو بری، تو همه کشورا هستن. حالا میگیم ما با این رسالی 85 میلیون تو آمریکاش هم هستن، همه چ... اینقدر خارکسته داریم که عباس نجفیان توش گمه. حالا عباس نجفیان زبونی میگه عدی خودت میگه آدم هست، نمیگه او خارکسوازی که میاد بهت رفیق میشه درخ نامردی میکنه. آه آه، این وضعیت رو داری که دیگه تو میشناسیش، این دیگه میشناسیش، میدونی با کی طرفی. مازیار باورت میشه تو همین آمریکا یه سری ها هستن که میگن بایدن مرده، این یه بدله، و چندین هنرپیشه هالیوودی هستن که نقش بایدن رو دارن بازی میکنن؟ میگن باورت میشه؟ آه، دیوونه هست. حکیم خیلی بهتر از اینا از همون گروه هستن.